بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما دانش آموزان گرامی، با امید از اینکه جور و صحتمند باشید. در رابطه با انتگرال ها بخوایم صحبت کنیم، اما قبل از این در رابطه با تعریف انتگرال گپ بزنیم، میخوایم تابع اولیه را در رابطه با اون صحبت کنیم. تابع اولیه، در بحث تابع اولیه دو تا تابع را در نظر میگیریم، یک تابع از f از x بزرگ، یکی دیگه هم از f x کوچک. در یک انتروال بسته ای تا به بی میخواییم بیره در نظر بگیریم. دو تا تابع است، fx بزرگ، fx کوچک. میگیم اینی تابع برای تابع fx کوچک اولیه گفته میشه اگر این یک شرط داشته باشه، در صورتی که مشتق fx بزرگ مساوی شود به تابع fx کوچک. در صورتی که این شرط داشته باشه، ما fx بزرگ میگیم یک تابع اولیه، تابع اولیه برای fx کوچک. به صورت خلاصه تکرار میکنم، دو تا تابع رو در نظر میگیریم، fx بزرگ، fx کوچک، در یک انتروال بسته ای تا به بی. در این انتروال ایک یک خاصیت موجود است که مشتق تابع fx بزرگ مساوی میشه به fx کوچک. نتیجه چی است؟ fx بزرگ برای fx کوچک یک تابع اولیه گفته میشه. مثال در نظر میگیریم، مثال نمبر یک، برفرض داشته باشیم که f از x مساوی باشد و x به نمای 4 مثبت 12. میخواییم چک کنیم که این تابع برای f از x مساوی با 4x به نمای 3 یک تابع اولیه است یا خیر. همیشه برای از این که چک کنیم یک تابع برای یک تابع دیگه، تابع اولیه گفته میشه، یا مشتق میگیریم. خیلی خوب، اگر ما بخوایم مشتق از زیره بگیریم، نوشتقیم f زبر x مساوی است با مشتق x به نمای 4 میشه 4x به نمای 3، مشتق 12 عدد ثابت 0 است. حالا اینی تابع مساوی به این تابع است، 4x مکم، اینجا هم 4x مکم. بس نتیجه میگیریم که بله، تابع f از x برای fx کوچک یک تابع اولیه گفته میشه. مثال بعدی، مثال نمبر 2 رو در نظر میگیریم، نوشته میکنیم که h از x بزرگ این مساوی است با ای و نمای x منفی جذر 11. میخواییم چک کنیم که این تابع آیا برای hx کوچک مساوی به ای و نمای x یک تابع اولیه هست یا خیر. خیلی خوب، بازم مشتق میگیریم از h از x، در صورتی که h زبر x ما پیدا کنیم، مشتق ای و نمای x خودش میشه، میشه ای و نمای x، مشتق عدد ثابت 0. میبینیم که ای برابر با ای است، مشتق از ای برابر میشه با h از x کوچک. پس در نتیجه میگیم که ای تابع h x بزرگ، یعنی ای و نمای x منفی جذر 11، برای hx کوچک که ای و نمای x است یک تابع اولیه گفته میشه، ای یک تابع اولیه است. مثال بعدی، مثال نمبر 3 را به یک شکل اگر در نظر بگیریم، ما داریم که f از x ای مساوی باشه با 2x و نمای 3 منفی 4x. میخواییم چک کنیم که آیا ای برای f از x مساوی با 5x مربع منفی 12x یک تابع اولیه است یا خیر. مشتق میگیریم از این، اگر ما مشتق از او را دریافت کنیم، f زبر x مساوی میشه مشتق از این 3 ضرب 2 میشه 6x مربع، مشتق منفی 4x میشه منفی 4. حالا اگر ما ببینیم این دوتا با هم مساوی نیست، پس میگیم که تابع fx بزرگ برای fx کوچکی که به این شکل برای ما داده شده یک تابع اولیه نیست، یک تابع اولیه گفته نمیشه. تکرار میکنم موضوع را به صورت خلاصه، در بحث تابع اولیه دو تا تابع را در نظر گرفتیم، fx بزرگ، fx کوچک. این تابع fx بزرگ برای fx کوچک اگر در انتروال ای تابع بی همیشه این شرط داشته باشه، یعنی مشتقش مساوی شود به fx کوچک، ما میگیم بله این یکی از تابع اولیه fx کوچک گفته میشه. خب دانش آموزان گرامی، بحث دیگه ای که در قسمت تابع اولیه میخوایم در رابطه با اون صحبت کنیم، تعدد تابع اولیه است. او ای که در صورتی که تابع f دارای تابع اولیه باشه، ای را تاکید میکنم که تابع f تابعی است که تابع اولیه داره، یک تا داره.
در اون صورت ما چی میگیم؟ میگیم تابع F میتونه دارای چندین یا بهتر بگیم که دارای بی نهایت تابع اولیه میتونه باشه. اگر تابع F دارای تابع اولیه باشه میتونه دارای چندین و یا بی نهایت تابع اولیه باشه. خیلی خوب. نکته دیگه که فرق هر دوتای از اونا، فرق هر دوتا تابع اولیه F در یک عدد ثابت C است. تفاوتش یک عدد ثابت میشه. مثال در نظر میگیریم، اگر مثال نمبر یک را به این شکل در نظر بگیریم که داشته باشیم f از x مساوی باشه با x مربع مثبت 3، دیگر داشته باشیم که g از x این مساوی باشه با x مربع منفی جذر 5، دیگر داشته باشیم که h از x مساوی با x مربع منفی 9. میخواییم که چک کنیم کدام یکی از اینا برای تابع f از x مساوی با 2x تابع اولیه گفتم. خیلی خوب، مشتق میگیریم. اگر ما مشتق F زبر مشتق از زیر پیدا کنیم هم 2X میشه. مشتق F زبر X مساوی با 2X است، مشتق عدد ثابت 0. G زبر X هم اگر محاسبه کنیم این هم مساوی میشه با 2X. و H زبر X را اگر هم محاسبه کنیم H زبر X مساوی میشه با 2X. میبینیم همه از اینا برابر با E است. پس گفتم میتونیم که f از x, g از x, h از x برای تابع f از x مساوی به 2x تابع اولیه، تابع اولیه گفتم میشه. حالا اگر ما بخوایم یکی از اینا را از یکی دیگهش تفریق کنیم، تفاوتشان اگر ببینیم یک عدد ثابت میشه. برفرض ما f از x را بخوایم از h از x کم کنیم یا h از x را بخوایم از f از x کم کنیم، نتیجهش میشه یک عدد ثابت. برفرض این که حالا اگر نشته کنیم f از x منفی h از x این مساوی است با x مربع، علامه از این اگر تغییر بدیم مثبت است منفی میشه که در زو خلاص، ای از 3 علامه از این اگر تغییر بدیم میشه مثبت 9، 9 جمع 3 میشه 12. حال تفاوت در یک عدد ثابت است که او رو ما همیشه سی میگیم. موضوع رو به صورت خلاصه تکرار میکنم. در قسمت تعدد تابع اولیه، در صورتی که تابع f او تابع اولیه داشته باشه، ما میگیم که میتونه دارای بی نهایت تابع اولیه باشه که فرق هر دوتای تابع اولیه F در عدد ثابت است. در اینجا سه تا تابع را در نظر گرفتیم به یک شکل، گفتیم آیا میتونه برای تابع FX کدامش اولیه باشه. مشتق از اینا را بررسی کردیم، همهش میتونه برای تابع FX اولیه باشه، شرط تابع اولیه را که در تعریفش خوانده بودیم داره. در قسمت مثال نمبر 2 سوال به صورت چهارگزینه ای تو مطرح میشه. مثلا تابع f از x مساوی است با ساین مربع x. این برای یک تابع مانند f اولیه هست. چهارگزینه ای تو مطرح میشه، میگه کدام یک از توابعی که به این یک شکل داده شده، منفی ساین مربع x، دیگهش از گزینه 2 منفی کوساین مربع x، سوم 2 ساین مربع x و چهارم 2 کوساین مربع x، کدام یکی از اینا میتونه اولیه باشه؟ ساین مربع برای f اولیه هست، کدام یکی از اینا میتونه اولیه باشه؟ خیلی خوب، با اساس از این نکته میخوایم سوال را کار کنیم. تفاوت دو تا تابع را میبینیم. اگر ما ساین مربع منفی ساین مربع بگیریم که نمیشه، میشه مثبت ساین مربع 2 ساین مربع، نه تفاوت عدد ثابت نشد اولیه نیست. اگه این گزینه رو در نظر بگیریم، ما نوشته میکنیم ساین مربع x منفی اینی منفی کوساین مربع x که این مساوی میشه، منفی ضرب منفی مثبت، ساین مربع جمع کوساین مربع یک میشه، تفاوت عدد ثابت شد. پس اینی تابع میتونه بازم برای این تابع f اولیه باشه، در صورتی که یک تابع اولیه باشه ساین مربع، یک تابع اولیه دیگهش میتونه باشه منفی کوساین مربع x.